سلام، خوش اومد به کانال من بنیامین هستم. امروز اومدیم با پارت 12 از ویدیوهای آموزشی بازی Red Dead Redemption 2 آنلاین و اینم ببینید همدیگه رو عقب همیشه با هم دوست باشید. خب من تو ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم که اصلا جاب مونشان چه، توضیح دادم چجوری بسازیم و توضیح دادم مراحلش به چه شکلی که حتما من توی مرحله آموزشی میرم که ببینید. کلاً به این شکلی که شما وقتی مونشاناتون آماده شد نوتفیکیشنش براتون میاد که آماده شده و بعدش میدید مرحله رو استارت بکنید. کار من قشنگ نشون میدم این رو فدارم الان توضیح و تا مقصد که گفته میبنه و باید مهمترین مسئله تو جاب مونشانه که سالم تحقیق بدید اون مونشاناتونه و خوب الان که میخوام برم به تیرهای جاب مونشان بپردازم یه پافته تو توشون هست که احتمال دمج خوردن مونشاناتون رو خیلی کم میکنه. میریم تو بخش استوب میزنیم، میریم تو پروگرس، میریم تو رولز و میریم سراغ جاب مونشان. خب جاب مونشان هم همونطور که تو پارت قبلی گفتم 20 تا تیر داره. میبینید که سکه دنس مونشان کلن جابه که دنس بهتون زیاد میده برای دنس دادن این موست دن. خب این که میبینید این پافلت برای مثال تمدهنده بری چیزه، یه تمدهنده سال ما برای اون مهم نیست. اینجا سکه هست، اینجا هم که اپرچونیتی یا بوتگلور که اینو من قشنگ بهتون توضیح میدم چیه. مثلا سر روی سر علامت ها میاد تو مپتون که برین اونجا یه بوتگلوره. ما دو نوع ماموریت بوتگلور داریم، میتونید برید همون بالا که تو پارت قبلی نشتون دادم میتونید استار کنین و سر راهی هم هستش. اینم که دنس، اینم اسب مونشاین. اسب مونشاین در نهایتش خیلی خوبه و من نمیدونم چرا الان کتاب باز کردم نباید باز میکردم. و همونطور که کلن همیشه تو پارتای قبلم بهتون گفتم شما اسب تیر 20 جابتون رو بخنید، تیر قبلی زیاد خوب نیستن، هیچ فرقی با اسبای ارزو قیمت نمی کنه. اینجا که میبینید آها بار اکسپنشن همین قسمتی که میبینید الان من و دوستان توشیم $950 که میتونید بخرید بهت خوش بگذرونید. دیگه زمانی که شما جاب تریدر رو کارکتر دارین اصلا بهتون زور نمیاد پول بدید به این چیزا، راحت بدین چون خیلی خوش میگذرونید. اینم که کمربند و دستکش و از این حرفاست. اینم پامفلت تاکسیک مونشانی که 500. میرین سراغ تیر 5 تا 10 اینجا دوباره یه تمدهنده دیگه داره بهتون که همینا رو باید بخونید و اینا پامفلت هم. اینجا پامفلت مثلا هویج، قارچا، چیزا که از زمین برمیره، میوه ها رو میتونید بیشتر برداریم. این سکه است که خب برای خریدن آیتم های پایینی نیازتون میشه و این هم در واقع مبلغ پولی که دریافت میکنین رو بیشتر میکنه. وقتی برین پافلتش رو بخونین و نخونین هیچ فرق به حالتون نمیکنه. همش دارم تاکید میکنم. اینم که وریانت، اینم همون بنزینه که هر بطریش $20. اینم که کمربنده، اینها این گروه موسیقیه که $850. خب رسیدیم به بخش مهم. اینجا اینی که میبینید $825 مونشانتون رو قوی تر میکنه و ارتقاش میده به سطح اوریج که خب پول بیشتری در میارین وقتی بسازین و بهش تمدهندم که بزنین. خب انگلز همیشه $30-$40 میاد رو قیمت مونشانتون وقتی بهش تمدهندم. این جزء قشنگ ترین آویزونی های کمربنده که خب خیلی دارنش. بازم یه دنس، دوباره یه پامفلت تمدهنده و اینجا این همون پامفلتی بود که بهتون گفتم زمان ساخت مونشانتون رو کم میکنه. و یک نکته وجود داره، حالا من نمیرم مراحل داستانی که هم براتون اسپویل نشه و هم مشکلی هم پیش نیاد مثلا در کل برای کسایی که دوست دارن خودشون برن، که داستان قشنگی داره استوری میشنه مونشاین و مهمتر از همه نکتهش اینه که خیلی خوب لول اپتون میکنه، یعنی خیلی راحت لول جاب مونشانتون بالا میره. اینم که مدل مو، لباس، اسبش، کمربند و این دیگه مونشان استرانگه $875. اینه که بخرین دیگه خیلی راحت پول در میانی، یعنی قبلش هم راحت بوده ولی این دیگه مبلغش خیلی بالاست نسبت به
اون شانه قبلی که میفروختین اوریج و ویک، و خب دیگه این هم باید بخریم و به این شکلیه باید بخریم و اینو فکر نکنین از اینجا میتونین بخریم. حالا الان من میرم طبقه بالا بهتون نشون میدم که تو پارت قبلی نشون دادم ولی نگفتم مدام چیه، گفتم هر موقع رسید به اینجا. سکه دوباره متریال چیزای جانبی اینجا دوباره بیشتر میتونه بره و این اتک یعنی دمیجی که به واگن مونشانتون میخوره رو خیلی خیلی کم ترش میکنه. این هم که واضح دنسه و خب اسب مونشان که جزء یکی از اسبای خیلی خوبه بازی هستش که حتما بخرین، اسب خوبیه. این هم که واضح دنسه و این هم یک لباس. این از تیر جاب مونشان و باز هم آقای سیبیلو رو میبینیم. خب میاییم میریم طبقه بالا که بهتون توضیح بدم. برای مثال شما گروه، من برای مثال تیکه کلام هم ها، شما گروه موسیقی رو که باز کردین کلا تیرتون رفت بالا، هر جایی داریم باید بیاین موشانستو، هر چیزی که میخواییم بخواییم باید بیاین موشانستو. مثلا اینجا بار رو میخرین، اینجا گروه موسیقی رو میخرین به این شکل، یعنی باید بیاین اینجا بخرین. دکور بار هم که اینجاست و و و بیزنس آپگرید هم اینجاست، یعنی مثلا لیولتون شد 5 اوریج خواستین بخواین این 10 شد خواستین استرانگ بخواین باید بیاین اینجا بخواین و به این شکل. ما هنوز 3 دقیقه وقت داریم، یه بوتسکلور استارت میکنیم. حالا بوتسکلور چیه؟ بوتسکلور مراحلیه که تخفیف میده تو ساخت مونشان. مثلا اگه دقت کرده باشی من 50 دلار دادم برای اینکه بسازم مونشانمو، ولی اگه قبلش از این مراحل برین یا سر راهتون از این مراحل بیاد، مثلا به جای 50 دلار 30 دلار میدین، 20 دلار میدین، 40 دلار میدین، مبلغش میاد پایین و اکسپی خوبی هم میده. یعنی اگه میخواین زیاد، مخصوصا اوایل که خب بالاخره جاب مونشان جزو جابایی که خیلی با توش ولخرج باشین، اوج ولخرجی تو این جابه که بخواین ولخرجی کنین میتونین بیان این مراحل رو برین. و این مراحل هم یادم رفت چند نو داره، 2 نو داره تا اونجایی که یادم، 2 نو داره. یک مثل و آره، حالا الان دوستم گفت ولی شما نمیشنوید صدای دوستمو. این که دونش اینجوریه که مثلا میرید یه جایی میگه یه سری آدمو بکشین، یا میگه برین برای مثال که نه من تیکه کلام کوفتیمه، میرین مونشاین رقباتونو میترکونین، یا مثل این مرحله که الان داریم میرین یک فرد بدبخت بیچاره یا میرید کمکش میکنید، میبریدش تا دم، حالا یا تا دم مونشان یا تا دم خونش، که خب کلم به این شکل مراحل دیگه. حالا من برای این که دیگه کم کاری نشه، چون قطعا نمیتونیم ما توی 2 دقیقه این مرحله رو تمام کنیم، من این پارتو میکنم 13-14 دقیقه دیگه تا زمانی که تموم شه. و بعد این هم ما وای میسیم تا مونشان آماده شه و مرحله تحویل مونشان هم ببریم. در کل جاب مونشان جابی نیست که خیلی توضیح داشته باشه، جاب راحتیه و خب مهمتر از همه ایزیمانیه. تریدر زحمت با سرش بکشین تا پول گلومبه، پول گنده بیاد تو جیبتون، ولی خب تو مونشان هیچی، یا پول میدین براتون میسازن 180 دلار هم سود میکنین سر مونشان فروختن تو. حالا اول 180 دلار سود نمیکنین ولی در کل بنشین. خب نه، اینجا از اون مرحله نیست که مثلا ببرین کمک کنین دیار برین، نه مثلا همون تلفون دریا هست که من بهتر شد چون نمیرسم چه جوری دقیق بزنم. حالا اینا رو میتونید هم با TNT انداختن زیرشون چیز کنید، بهتری کنید، و میتونید هی بهشون تیر بزنید تا در نهایت بهتری کنید. ولی خب TNT انداختن راه ایزی تریه. ماز باید من باید حواسم باشه سر 10 دقیقه ضبط صدام رو استوب کنم. خب
من سریع دوباره ضبط رو زدم، خدا کنه دوباره صدای من جلوتر از تصویر نباشه. خیلی خوشحال میشم با من همچنین اتفاق بوده. و یه نکته کلن لوت مراحل روچگلو خیلی خیلی خوبه، یعنی تو این مراحل بوتگلو احتمال این که بهتون ترید مپ بده خیلی بیشتر از مراحل ترید داره. و خب یه چی بهتون بگم، هیچ وقت دوستی که لوتره با خودتون توی مراحل نبره تا کل لوت به خودتون بسید. الان دوست من کلن لوتره. این هم از این هم مرحله بوتگلور بود که دیدیم. و اینجا یه کالکتیبله، اون خیلی خوبه که اینو میان سر راهی تا ما قشنگ بهتون توضیح بدیم. اونه دیگه بذار واسه من بیا بود نکن، اونه دیگه بذار واسه. خب حالا اگه بشه تو پارتای بعدی صدای آریار هم اضافه میکنیم دیگه، تا اینجوری سردرگم مثلا من فقط باش حرف بزنم نباشه، تو شما هم دارد بشه. میبینید به این شکله بیرون آریا. آریا بیا بیرون. میبینید یک داره ویوه، اگه دیگه قطعا شنیدید ویوه دستمو، و یه صدا دیلینگ دیلینگ، و اینکه کارت هستش دیگه. میبینید برش میدارید و بی یا دایره رو که بزنید میذارید تو جیبش و خدا برکت. خب ما الان دیگه منتظر میمونیم تا مونشان آماده شه و زمانی که آماده شد ضبط میکنیم، در واقع پارت 13 رو دیگه ضبط میکنیم دیگه، که ببینید یه مرحله فروختن مونشان هم به چه شکله. و دیگه خیلی راحت تو سه پارت ما پرونده شغل مونشاینر هم بستیم، چون واقعا مونشاینر زیاد کار خاص داره. و بعد این میره سراغ جاوه، خیلی حال و همزن نچرالیست که زیاد اصلا نمیچسبه به دل آدم دقیقا. و خب دیگه نچرالیست که تموم شد دیگه، ما پارت آموزشی نداریم مگه اینکه گیم پلی عادی بذاریم که همینجوری صفا کنیم دیگه، براتون بذاریم بریم کارمان انجام بدیم یا رول پلی حتی بینشیم. امیدوارم که لذت برده باشین و یاد گرفته باشین و منتظر پارت‌های بعدی حتما باشین و تا ویدیوهای بعدی و پارت‌های ویدیوهای آموزشی بعدی خدا نگهدار، مراقب خودتونم حتما باشین.